امریکا دو ایرانی به 20 سال زندان محکوم شدند. ایران پرس نیوز، جمعه 28 جون 2013. دادگاهی در امریکا دو ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال کمتر از 2 میلیون دلار پول به ایران به تحمل 20 سال زندان و پرداخت 500,000 دلار جریمه محکوم کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی المانیتور، یک هیئت منصفه فدرال در اورگان آمریکا روز پنجشنبه یک پزشک اورولوژیست و همسرش را به انجام 1.8 میلیون دلار پولشویی برای ایران و نقض تحریم‌های آمریکا علیه این کشور محکوم کرد. بر اساس این گزارش، حسین لاهیجی و همسرش روز پنجشنبه در یک دادگاه فدرال در پورتلند به تبانی برای فریب دادن دولت امریکا و انجام پولشویی محکوم شدند. این حکم پس از بیش از 2 روز مذاکره در خصوص این محاکمه 18 روزه صادر شد. این زن شوهر هر کدام به تحمل 20 سال زندان و پرداخت 500,000 دلار جریمه محکوم شدند. جلسه استماع این حکم برای روز 19 نوامبر تعیین شده است. در کیفرخواست 26 صفحه‌ای که در سال 2010 تنظیم شده، نام این دو نفر به عنوان دریافت کنندگان معافیت از پرداخت مالیات به دولت فدرال به دلیل کمک به یک بنیاد خیریه در پورتلند که کمک‌هایی را به سایر مؤسسات خیریه در ایران ارسال می‌کند ذکر شده است. بر اساس این کیفرخواست، لاهیجی 50 ساله و همسرش 36 ساله اش بیش از 1.8 میلیون دلار کمک خیریه به بنیاد کودک انجام دادند. این پول به حساب‌های در بانک‌های ایرانی ارسال شده که تحت کنترل این زن و شوهر بوده است. به گفته مقامات قضایی، پول تحت عملیات پولشویی برای انجام سرمایه گذاری و پرداخت برای انجام خدمات و خرید دارایی در ایران مورد استفاده قرار گرفته که نقض تحریم‌های تجاری آمریکا علیه ایران به شمار می‌رود. علاوه بر اتهامات مطرح شده در این کیفرخواست، سوابق دادگاه فدرال نشان می‌دهد که لاهیجی و همسرش همچنین با اتهاماتی در زمینه فریب خدمات بهداشت و درمان مواجهند که در سال 2011 در دادگاهی در هیوستون مطرح شده است. در این پرونده همچنین از شخصی به نام مهرداد یسربی به عنوان شریک نام برده شده که در سال 2012 مرتکب 1 مورد فریب دولت امریکا شده و به 5 سال حبس تعلیقی و پرداخت 50,000 دلار جریمه محکوم شده است. یسربی ریاست بنیاد کودک را بر عهده دارد که گفته می شود لاهیجی و همسرش از آن برای عملیات پولشویی استفاده کرده اند. به گزارش تسنیم، در کیفرخواست مطروح گفته شده که ظاهرا یسربی پول را برای تهیه مواد غذایی و کمک به پسر عمویش و یک بانک تحت کنترل دولت ایران ارسال کرده است. به گفته مقامات قضایی امریکا، یسربی و بنیاد کودک در فاصله های سالهای 2005 تا 2011 از طریق یک حساب بانکی در سوئیس مبلغ 5.4 میلیون دلار پول انتقال داده است. این مبلغ در حسابی نزد بانک ملی ایران
سپرده گذاری شده است. بر اساس این گزارش در واقع این پول که به عنوان کمک به بنیاد کودک اهدا شده بود برای به ایران انتقال داده شده و از طریق خرید کالاهای صادراتی و محصولات کشاورزی که نقض قوانین امریکا محسوب می شود سرمایه گذاری شده است. بنیاد کودک در سال 1994 تأسیس شده و همچنین به ارسال پول به ایران ادامه می دهد. به امید آگاهی، آزادی و بازگشت به عظمت و سربلندی گذشته خودمان ایرانیان. پاینده ایران و ایران.